و همه به واشنگتن فشار آوردن که اگر شما به یک توافق ضمنی هم رسیدید ولی به توافق نهایی نرسیدید، بیایید و در واقع این زنجیره تحریم ها رو پاره کنید. خب پس ادهی در واشنگتن و در تهران دارن آماده سازی میکنن که اگر احتمالاً هم آقای زری و یارانش نتونستن به توافق نهایی برسند، بیایید و یک باج مالی بدید. حالا یه 400 میلیون اینجا رها کنید، یک 400 میلیون اونجا. اما توجه کنید، مهمترین مسئله ای که الان باید بهش اشاره کنیم این است که چرا رهبر میگه نه؟ الان که آقای ظریف رفته به خانم شتون، لیدی شتون نشسته، شامش هم خورده، کاپوچینو کافلاته هم خورده، همه هر لبخندار هم زدن، کیک هم حتی میل کردن، پس چرا رهبر تلنگر میزنه که احتمال داره تحریما ادامه پیدا کنه؟ و چرا ناگهان در حالی که رهبر که همه میگن مخالف این مذاکراته، که آقای ظریف هم با اون پیام های ظریفش همه رو قانع میکنه، cooperation for peaceful use, nuclear cooperation for peaceful use, as well as removal of sanctions. It will be basically exchange of ideas, not negotiations at this stage. We are engaged in a process of seeking the views of each other and looking at how we can reach an agreement, and we will hopefully start drafting something in the future rounds. خب آقای نتانیاهو همینو میگه، میگه اینا وقت میخرن. الان هم آقای ظریف گفت نیومدیم که الان قرارداد امضا کنیم، توافقنامه امضا کنیم، اومدیم مجددا با هم تبادل نظر کنیم، نظریامونو ادامه در واقع با هم پاسکاری کنیم و بعد به یک نتیجه میرسیم. ببینید ظریف و تیم ظریف یا تیم روحانی میدونن، چون امروز سردار کوثری نامی که الان نماینده مجلس گفته بود تیم ظریف یا تیم مذاکره کننده اختیارات تام پیشین رو نداره. چرا؟ چی شد؟ اولا یادتون نره آن زمان اینها در وحشت حمله نظامی بودن، در واشنگتن عده‌ای هم مخالف حمله نظامی بودن. شما نگاه کنید اصلا آمریکا در دوران این ادمینستریشن یک نگاه دیگری داره، میگه سیاست اداره رهبری از عقب یا همون درون دیپلماسی، آمریکا وارد هر چیزی نخواهد شد. دیدید در سوریه چه گافی زدن، بعد اومدن دوباره چون دیدن پوتین بسیار امتیازهای تبلیغاتی گرفت، آمدن الان دارن اون بازیهای دیگری انجام میدن. الان یک گروه دیگری درست کردن، گروه های النصر و اینا رو بیرون کردن، یک شعبده بازیهایی دارن اونجا میکنن. اما مسئله مهم اینها هستن، اینها میدونستن فشار به قدری زیاده که احتمال حمله نظامی است. آقای یهود باراک وزیر دفاع پیشین اسرائیل یا نخست وزیر پیشین اسرائیل هم گفته بود آمریکا یک شبه کار رو میتونه تموم کنه. خب پس همه میگفتن مذاکره کنیم، حالا بشینیم حرف بزنیم، همه بدونن ما مذاکره کردیم، وقتی مذاکره کنیم دیگه حمله نمیشه. خب حتی آقای باراک گفت من که دیوانه نیستیم، ما باید از ایران بترسیم اگه اینا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. حالا ظریف و یارانش باید بسیار ظریف بازی کنن. مسئله عراق هست، مسئله آب سنگین عراق هست، مسئله پارچین هست، فعلا پارچینو نمیخوارن بیارن. حالا در این میان نکته جالب، درست زمانی که آقای ظریف با عکسای به اصطلاح با ژستای زیبا در کنار خانم لیدی اشتن، گاهی وندی شیرمن، گاهی با چری، با اون خنده های مسخرش که تکراری است، میشینه و در واقع دنیا رو قانع میکنه که ما برنده ایم، یک دفعه این نکته برای من جالبه. علی اکبر ولایتی، یادتون باشه سالها میگفتن ایشون مشاور اصلی رهبر هستن، چرا ناگهان ایشون هم مثل آقای لاریجانی، علی لاریجانی جبهه عوض میکنه میاد اینور طرف آقای روحانی، طرف هاشمی، بعد ناگهان میگه
من از آقای جلیلی و تیمش در واقع راضی نبودم. گوش کنید حالا میگم چرا. این مناظره ایست که با جلیلی میکنه. در آخرین صحبتی که در آلماتی آقای دکتر جلیلی داشتن، اونها یه پیشنهادایی کردن که بر اساس اون پیشنهادها میشد یه مقداری ما جلو بریم. در اون پیشنهادها رو ایشون نپذیرفتن، گفتن که شما یعنی طرف مقابل 5+1 اینطور گفتن، گفتن که شما اگر غنی‌سازی 20% رو متوقف بکنید و فوردو رو یه مقداری کند بکنید، ما این سه تا تحریم از رو شما برمی‌داریم. و بعد معلومه که هر کاری که آدم میخواد بکنه قدم به قدم برمی‌داره. در پاسخشون گفته شد که ما فلان کار میکنیم، شما کل تحریم‌ها رو بردارید. در حال و این که عرض میکنم به شهادت معاون وزارت امور خارجه که در جلسه بود، یعنی مثل این مون که شما برید این لیوان رو بخواید بخرید، طرف میگه 100 تومان، شما میگید 2 تومان میدی، میگه این نمیخواید معامله کنی، برای چی ما رو وقت ما رو گرفتی؟ موقعی که اون طرف حاضر 3 قدم برداره و از شما میخواد 1 قدم بردارید و شما میخواید کل اون شما 3 قدم بردارید، اون 100 قدم برداره، معلومه که نمیخواد شما کار رو پیش ببرید. بنابراین بنده فکر میکنم که دیپلماسی این نیست که ما در داخل کشور خودمون، در داخل کشور خودمون طوری وانمود بکنیم که ما اصولگرا هستیم، و اصولگرایی این نیست که انعطاف ناپذیر انسان باشه. در رابطه با مصالح ملی باید دلخوری آقای ولایتی از آقای جلیلی سر مذاکرات نیست. در یک تحلیلی جناح دست راستی دلواپسی ها، گروه دلواپسی ها، یکی از این بچه های درجه دو، نویسنده های درجه دو مطلبی نوشته بود، ولی مطلبش جالب بود، خانه کننده بود. گفته بود اگر جلیلی ناگهان وارد بازی نمیشد و جوانان و مردم مشتاق انتخابات جلیلی رو سایه دیگر احمدی نژاد نمیدیدن، ولایت انتخاب میشد. روحانی شانس انتخاب نداشت. حضور جلیلی موجب شد همه از ولایتی، از قالیباف و دیگران فاصله بگیرن و همه رفتن زیر عبای عالی جناب هاشمی. هاشمی هم دلاورانه، همونجوری که آقای ظریف رو میگن دلاورانه مذاکره میکنه، آقای هاشمی هم دلاورانه رد صلاحیت شد به خواست خودش. فکر نکنید این یک بازی بود برای رد کردن آقای مشایی. مشکل اینا مشایی بود، مشایی نیامد دیگه، بقیه رو میشد خوابون و خوابوند. ولایتی دلخوریش از جلیلی اینه که اگر شما وارد بازی نمیشدید من انتخاب میشدم، رهبرم از من حمایت میکرد، بالاخره مشاور رهبر بود. حالا این پرسش پیش میاد اینجا، اگر ایشون مشاور رهبرن و اینقدر نزدیک به رهبرن، چرا رهبر جلیلی رو تایید کرد؟ مصباح یزدی تایید کرد، ولی چرا رهبر جلیلی رو قبول کرد؟ چه کسی در گوش رهبر خوانده بود که بهتر روحانی بیاد؟ یا اینگونه بگیم، در زمان آقای احمدی نژاد کودتای سپاهی ها و حراستی ها بود و تیم سپاه حراستی ها آمدن و همون گونه هم که اشاره شد وارد مذاکره نشدن، درگیری پیدا کردن، چاوز بازی در آوردن. مثل شاوه دیدین ادعا میکرد قهرمان ملی هستم، به آمریکا حمله میکرد، بدون اینا هم همین کار کردن، مثل کره شمالی، و در ضمن همه خزانه مملکت رو به تاراج بردن. این یک بخشیست. حالا آقای ولایتی رفته نشسته روی صندلی که قبلا روحانی می نشست، رئیس شورای تینکتانگ یا مرکز مطالعات شورای مصلحت شده، بنابراین رفته تو تیم هاشمی. علی لاریجانی هم رفته اونور. حالا ما میگیم تیم هاشمی، تیم هاشمی نیست، فقط خاتمی هم هست، قالیباف هست، لاریجانی ها هستن، همه اینا جبهه گرفتن، در کمین نشستن. چرا؟ شاید رهبر میره، شاید رهبر دیگه اون قدرت رو نداره، شاید سپاه داره یه بازی دیگری میکنه، ما که نمیدونیم. اما میتونیم روی تخت سیاه فکریمون این پرسش ها رو مطرح کنیم، هر پرسشی میشه کرد.
بنابراین یک بازیه. حالا میخواید بدونید چرا من معتقدم درست قضاوت کردیم؟ اینها از ترس جنگ و بعد مسئله فشار بیش از حد اینها آمدن و سازش کردن. و همیشه اینو من نکته رو بگم بعد تونی نازنین این مصاحبه آقای دکتر یزدی با تد کاپر رو پخش میکنه گوش کنید. ببینید هرگاه در ایران یک فصل پنجم اومده، یک دوره انتقالی، سر و کله آقای دکتر یزدی پیدا شده. حالا همه مقاله می نویسه میگه ما به روحانی احتیاج داریم. یادتون نره روحانی مرد روحانی است، ما بهش با کلید به کلیدداریش نیاز داریم. آقای یزدی هنوز در میان رفقای آمریکایی وزنه ای، درسته ظریف الان میداندار بازی شده، اما خیلی ها به آقای یزدی گوش میکنن در واشنگتن به خاطر کانکشنات. حالا نگاه کنید، دو سال قبل از اینکه این حوادث اتفاق بیفته و آقای روحانی رو بیارن و مذاکرات رو آغاز کنن، آقای دکتر یزدی به تد کاپل، تد کاپل برای این معروف شد زمان گروگانگیری هر شب برنامه داشت به نام نایت لاین و یه نوع سنجاق شد به مسائل ایران، از ایشون میپرسه چرا قبول نمی کنید. یک دقیقه گوش کنید بعد من میگم تو مسئله چیه. Former Foreign Minister Ibrahim Yazdi points out that there are several other factors at work. If President Ahmadinejad would agree not to continue the enrichment of uranium in this country, it would open all kinds of doors to cooperation with the West and most especially with the United States. Why is he so adamant about not doing that? Americans and the Europeans, they complain against Iran in four categories: human rights, nuclear issue, peace in Middle East, and then support of terrorism. If Iran overcome this crisis, accepting the enrichment, then immediately the question of human rights in Iran will come up, and they are very vulnerable on that issue. درست همین نکته ها رو جواد لاریجانی میگفت زمان احمدی نژاد. حالا آیا اینها به احمدی نژاد ادوایز میدادن؟ خب احمدی نژاد هم همینو میگفت، جلی هم همینو میگفت، میگفت شما به محض اینکه وارد مذاکرات هسته ای شدید، نشستید پشت میز، قضیه هسته ای که تموم شد، شما خل سلاح هسته ای که شدید، مسئله حقوق بشر خواهد آمد. همینجوری که دیدید خانم اشتون چقدر قشنگ در ملاقات پاره از چهره های بسیار ناراضی مادر ستار بهشتی و چه جنجالی را انداختن. ایشون مثل مشقاسم چهار مسئله رو شمرد: هسته‌ای، حقوق بشر، مسئله تروریسم. مسئله تروریسم فکر نکنید، من مسئله شناسایی اسرائیل. البته آقای خاتمی در 2002 همین نامه رو نوشت، همین نکات رو گذاشت که ما همه اینا رو میپذیریم، اما بازی نگرفت. چرا بازی نگرفت؟ به خاطر اینکه در واشنگتن گروهی نبود که در با اینا بازی کنه. حالا در اینجا گروهی هستن، لابیستای بسیار نیرومندی هستن پشت سر آقای برژنسکی و دارن یک بازی دیگری رو با تهران، یک پینپونگ دیپلماسی دیگری رو انجام میدن. حرف هم مجددن با نسل شیک ایرانه، مراقب فاکتور کنجیتا باشید. فراموش کنید آرمیتا و اکادمی گوگوش و گوگوش با حجاب و بی حجاب رو که در واقع را انداختن. اسلام رحمانی هم میتواند رب بخواند. همه اینا رو فراموش کنید، بذارید کنار. بوبوزای گلشیفته فرهانی هم فراموش کنید، مسائل جدی تره. گادزیلا داره میاد، فکر نکنید هالیوود بی جهت فیلم میسازه. هالیوود میدونه به شما چی میگه. امیدوارم گادزیلا به سرزمین ما نیاد. بذارید ببینیم چه پیش میاد. نمیشه یک شبه همه حرفا رو زد، مخصوصا وقتی که من قول دادم به دوست نازنم و مدیر نازنین اندیشه آقای کاردان که برنامه در 50 دقیقه ببندیم با تونی جوانسال و پیمان نازنین. از همه شما سپاسگزارم، سپاسگزارم از تونی جوانسالم. تا دیشب ساعت 2-3 ما داشتیم اینا رو به هم وصل میدادیم. به هر حال زیباست، کاری میکنیم برای شما، برای نسل آینده ایران. همیشه
باز تکرار میکنم I love you. به این رنسانس ایرانی فکر کنید و همیشه هم فکر کنید یک دست صدا دارم. شب خوبی داشته باشید.